برادر مبارک. سلام دوستان، جشن نوروز به همه شبکه نکس وان مبارک باشد. و این لحظه چنانی که میبینید همه مهمانان در ناحیه ورزوب هستند که یکی از ناحیه های جمهوری تاجیکستان است. ما آمدیم به جشن نوروز، یعنی به سیزده بدر. ببینیم که مهمان ها چی گونه جشن میگیرن نوروز را در درون خانه. ای جان ای جان ای جان خداوندا 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 به فریاد دلم رس یار یار، در این دنیا دل ما مونده بی کس. خداوندا 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 به فریاد دلم رس، در این دنیا دل ما مونده می کرد. همه گویند فلونی کس نداره، همه گویند فلونی کس نداره، یار 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 یار، کس بی کس توی، کس بی کس توی، چه حاجت کس. یار الله جان، یار الله جان، یار الله جان، تنهای خود خو کرده آی جونم آی دلبر، دلم امروز به تنهای خود خو کرده آی جونم آی دلبر، میرو میگردم سر به سر دشت و دمن کوکمر، میرو میگردم سر به سر دشت و دمن کوکمر. وای وای وای، خدا مهربونه یاره بیکسونه، خدا مهربونه یاره بیکسونه، دل مجبونه. وای وای خدا مهربونه یاره بیکسونه، دل مجبونه. وای Feel the power.
دوستان عزیز یک بار دیگه سلام. باز هم نوروز 1392 رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی رو آغاز کرده باشید، ایام نوروز رو در کنار خانوادتون جشن گرفته باشید و همه خوش و سالم و سلامت باشید. به آخرین روز جشن‌های نوروزی رسیدیم و برنامه‌های نوروزی شبکه نکست وان. 13 روز با شما بودیم، از کشور تاجیکستان با شما بودیم، با هنرمندان خوب ایرانی، تاجیکی، افغانی، با هنرمندان خوبمون در اروپا بودیم، کنسرت‌های اروپایی رو براتون گزارش تهیه کرده بودیم و امروز که روز آخر هستش، باز هم 3 تا از هنرمندان خوب کشورمون اینجا هستن و با هم دیگه 13 بدر رو جشن می‌گیریم. به افتخار آقای بیژن مرتضوی لطفاً. منصور عزیز. و افشین جان. خب امیدوارم که به شما هم در کشور تاجیکستان خوش گذشته باشه. واقعا دوران خیلی خوبی رو داشتیم. جای تک تک شما اونجا خالی بود. بیژن جان دوست دارم که برای بیننده‌ها بگی که چه احساسی داشتی این مدت در کشور تاجیکستان. خیلی عالی، بسیار عالی. خب من انتظار داشتم که بهم خوش بگذره، چون دوست داشتم همیشه تاجیکستان رو ببینم، مردمش رو ببینم، هنرمنداش رو ببینم، ولی خارج از انتظارم بود که اینقدر لذت ببرم. خیلی خیلی سفر عالی بود، لحظات خیلی به یاد موندنی برای من تو زندگیمون، مردم خیلی نازنین، مهربان، هنرمندای خیلی خوب، دوستای خیلی خوبی پیدا کردم. اون روزها و لحظات که تو پارک بود و سمن و پزون بود، اونو هیچ وقت فراموش نمی کنم، چون اصلا انتظار نداشتم. مطمئنم که بیننده ها وقتی دیدنش این برنامه رو تصدیق میکنن حرف من رو، چیزایی که هیچ وقت در زندگی فراموش نخواهم کرد. به اضافه اینکه خب دوستای خوبم هم ملحق شدن و با هم دیگه بودیم. این شانسی که هیچ وقت با هم نداریم واقعا، در لس آنجلس یا در آمریکا نمیتونیم اینقدر با هم دیگه باشیم، چندین روز با هم زندگی کنیم. و خب اینم یکی از خاطرهای بسیار زیبا و شیرین بود که منصور جان عزیزم رو پیش خودم داشتم، افشین جان رو داشتم و ساعت‌های خیلی قشنگ و خوبی داشتیم. امیدوارم که با تدارکاتی هم که نکست وان تی وی کرده بود و مطمئناً پخش کردید این چند روزه، بیننده هام اون حسی رو که من و دوستانم توش بودیم و لذت بردیم رو مستقیماً گرفته باشن، چون خیلی خیلی با لذت و قشنگ و زیبا بود. واقعا حس خیلی قشنگی بودش، یه تجربه جدید میشه گفتش بود. بله. چون که هیچ موقع آدم تصور نمیکنه که مردمی توی کشورهای دیگه باشن که مثل ما نوروز رو جشن بگیرن و تمام رسم و رسومات ما رو داشته باشن. یه چیز متفاوت بود به نظر من. دقیقاً، مهمترین چیزی که من توی صحبت‌های قبلی من خدمتتون عرض کردم که جذابیت برای من داشت برای این سفر، این همبستگی، پیوند و یه دست بودن فارسی زبان‌ها بود. یعنی همه ماها دیگه تک تک نبودیم، همه مون ما شده بودیم، ایرانی ها، افغانی ها و تاجیکستانی ها که به هر حال مثل برادرخواه در کنار هم دیگه بودیم و از زبان شیرینمون استفاده میکردیم و سنت های قشنگمون که همه مشترک. دقیقاً. مرسی بیژن جان. میخوام از افشین بپرسم که اون لحظه که وارد تاجیکستان شدی، اونطوری که من حس کردم همه چیز برات خیلی جالب بود. حتی یادمه که توی خیابون سمن دیدی، یاد ایران افتادی و خیلی دوست داشتی که سوار اون سمن بشی. آقا نگهدار چرا تاکسی را من کده ایشون؟ بیا بریم بابا، این تاکسی این چی لیموزین کشور ماست. بیا بریم. بود 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 آقا، دمت گرم، دمت گرم. بود خلاصه این سمنده، این آقا رجب مراد نیست؟ اسمش رجب مراد بود دیگه. این آقا رجب مراد هم راننده لیموزین ماست امروز. درسته؟ درست. قربون عیدت هم مبارک باشه. قربونت برم. توی اینجا شما چند نفر سوار میکنید توی تاکسی؟ تقریبا 3-4 نفر.
سه چهار نفر، دو نفر جلوی یک نفر، نفر در اینجا، سه نفر یا دو نفر در خفا. خیلی خوبه. ایران میمون چند نفر سوار میشن؟ چهار نفر. یه نفر راننده، دو نفر اونور میشینن، یکی هم بغل راننده، چهار نفر بغل راننده، چهار نفر جلو عقب بود فکر کنم دیگه. حالا دیگه دقیقاً احساس توی چند روزی که توی تاجیکستان بودیم چی بود؟ از کدوم مراسم بیشتر خوشت اومد و اصلا انتظار اینو داشتی که همچین مراسمی برای نوروز توی این کشور برگزار بشه یا نه؟ البته بس خدمتتون عرض کنم اذیتی که من با بیژنجان زودتر از همه اومده بودیم، تقریبا میشه گفت تمام خاطرات رو بیژنجان تعریف کرد. ولی چیزی که بس بگم، برای من به عنوان ایرانی که سالهاست کشورشون نتونسته ببینه، افتخار بزرگیه که امسال نوروز رو توی تاجیکستان بودم، کشور فارسی زبان، مردم بسیار بسیار با محبت و خالصی داره، مردمش بسیار سادن، بسیار پرعشقن. بعد خدمتتون عرض کنم البته بارها اومده بودم، سال بار سومم بود که به تاجیکستان میمدم، ولی هر دفعش برای من یه خاطره است و همیشه دوست دارم هر سال حداقل برای یک بارم که شده به بهانه کنسرت یا برای برنامه ضبط نوروزی باشه به تاجیکستان بیام. و بعد خدمتتون عرض کنم دوستان ملت کشور، مردم ایران هم از این کشور بیشتر استقبال کنن، برای مسافرت به اینجا بیان، چون اینجا سادگی ملتش واقعا بی‌نظیره. تو هیچ جای دنیا مردم به این با محبتی مثل تاجیکستان نمیتونه شما ببینید. واقعا همینطوره. و برای من دقیقاً اینجا بودیم واقعا این حس می‌کردیم انگار که وارد وطن خودمون شدیم. دقیقاً. و تشکرم می‌کنم از تلویزیون نکسمان، تمام فامیلی نکسمان که به ما این امکانات رو در اختیار ما قرار دادن و ما رو دعوت کردن که تو این برنامه نوروزی با مردم تاجیکستان و مردم کشورمون باشیم از طریق دوربینای تلویزیون نکسمان. و خیلی هم خوشحالم که چند روز تونستم کنار بیژنجان، منصور عزیز باشم و واقعا برای من خاطره خیلی جالبی بود که هیچ‌وقت از یادم نخواهد رفت. امیدوارم که هر سال بتونیم با شبکه نکسوان توی یکی از کشورهای فارسی زبان نوروز رو در کنار هم جشن بگیریم. همین جمع صمیمی که امسال داشتیم در کنار هم بتونیم هر سال تکرارش بکنیم و خاطراتش هر سال برامون باقی بمونه. منم هم همین آرزو میکنم و امیدوارم سال دیگه دوباره هم دیگه رو ببینیم. مرسی افشین جان. که یه چند روز متداوم رو با هم باشیم. ما مجبور بودیم هی برای اجرای برنامه بریم و برگردیم اینا، ولی ان شاءالله در برنامه‌های آینده من دیدم که بچه‌ها خیلی قشنگ دارن برنامه‌ریزی میکنن، ان شاءالله بتونیم یه 10 15 کل 13 روز عید رو اینجا باشیم چطوره؟ البته تاجیکستان تابستونش خیلی قشنگه، میگن خیلی زیباست تاجیکستان. یه برنامه ویژه تابستونه می‌ذاریم، همه میایم اینجا دور همین دیگه. چشم نکسمان. انشالله. در صورت مرسی، من متشکرم. خیلی خوش گذشت و امیدوارم به زودی همدیگه رو دوباره ببینیم. امیدوارم همینطوری. با منصور میخوام صحبت کنم و ازش میخوام بپرسم که چه چیز تاجیکستان براش جالب بوده توی این مدت، چون من میدیدم که هر چیزی که راجع به تاجیکستان به ما میگفتن هم من سورپرایز میشدم هم شما سورپرایز میشدین. یه سری رسم و رسومات دارن مردم تاجیکستان که خب واسه ما یه چیز جدیده. تو کدوم یکی از مسائلی که توی تاجیکستان شنیدی برات خیلی عجیب بود و خیلی جالب بود؟ با سلام دوباره خدمت همیاران عزیزم و تمام بینندگان محترم تلویزیون نکسمان. سلام. همکار من تهمینه بیرون بودش، برامون داشتش از مراسم کباب پزی و در واقع مراسم سیزده بدر. بهتره که براتون یه توضیح بدم که قرار بود در خارج از ویلا انجام بشه، توی فضای باز توی باغ قرار بودش انجام بشه، اما خب متاسفانه بارون بهاری خیلی هم شدید بود، یعنی ما از ماشین که پیاده شدیم تا برسیم به ویلا همه خیس شدیم. تصمیم گرفتیم که ما داخل بشینیم، تهمینه از بیرون برامون یه گزارش تهیه کنه، ولی خب خوش اومدی، امیدوارم که سرد نبوده باشه. آباد باشه، آباد باشه. تشکر. سلام به شبکه نکس وان. خوش اومدین منصور، خوش اومدین آقای بیژن مرتضوی، خوش اومدین افشین. به من بسیار عجیب است، دره ورزاب به شما خوش اومد؟ ورزاب یه منطقه هستش، من یه توضیح میدم، من چون این سومین بارمه که در تاجیکستان هستم و ورزاب یه جای باصفاییه که من فکر میکنم اگر مثال بزنیم، اگر تهران کسی باشه، اوشون فشم که میگفتن دم آب و تخت و برابر، اون یه همچین فضاییه که خیلی طبیعت و رودخونه زیبایی هستش که در کنار آب میان و پیکنیک میکنن مردم، و بهترین جا بود که ما بتونیم بیایم اینجا و سیزده به در رو سیزدهمون رو در کنیم.
و خیلی طبیعت جالبی داره، مخصوصا در این فصل. اگه فصلهای دیگه باشه یه مقداری گرم باشه، من بهار رو خیلی دوست دارم در کنار ورزاب و این سنت 13 رو اینجا در کردن خیلی جای باصفاییه. و حالا در جواب سوال شما که گفتید چه سنتایی رو یا چه چیزایی رو جالب بوده، یه کلمات بسیار یونیک و جالبی رو توی تاجیکستان من باهاش آشنا شدم. مثلا به چای سبز اینجا میگن چای کبود. دقیقاً. یعنی چند روزی طول کشید تا اینو متوجه بشم. همیشه میگفتن چای سیاه میخوان یا چای کبود، بعد من کبود متوجه نمیشدم، طبیعتا میگفتم چای سیاه. بعد از یکی دو نفر پرسیدم فهمیدم چای سبز رو میگن چای کبود. بعد کلمه‌ای که خیلی استفاده میشه کلمه تشکر، به نام اینجا به زبان تاجیکی میگن رحمت. دقیقاً. که اینا رحمت واقعا کلان. رحمت کلان بسیار عالی. یه یا برای فردا میگن پگا. پگا. من یه سه چهار تا کلمه رو یاد گرفتم. حالا این وسط ها هی خودم یه چیزایی سعی میکنم متوجه بشم از اون غلظت فارسی که میشنوم، خودم بتونم معنا کنم برای خودم. حالا چیزای دیگه هم حالا اگه یادم بیاد که چی بود حتما دوباره از ایشون کمک میگیرم راجبش صحبت بشه و صحبتی بکنیم. ولی خب میتونیم ما با مردم تاجیکستان خیلی راحت صحبت بکنیم، یعنی هم اونا ما رو متوجه میشن هم ما متوجه میشیم، با اینکه این همه تفاوت هم وجود داره بین کلمه هامون. من تو برنامه زندهی که اجرا کردیم هم اینو گفتم، یه بار دیگه بهش اشاره میکنم. من خودم تا به تاجیکستان نیومده بودم. مرسی خانم. من خودم رحمت کلان. بله. او کلان. مرسی. کلان. رحمت کلان. رحمت کلان. آه یعنی زیاد. یعنی زیاد. شما که گفتین رحمت کلان، خانم گفت مرسی. اونا از ما فارسی یاد گرفتن، ما تاجیکی یاد گرفتیم. من اینو تا نیومده بودم تاجیکستان نمیدونستم که چقدر تاجیکی ها ایرانی ها رو دوست دارن. بله، دقیقاً. و واقعا لهجه فارسی که از طریق ایران گفته میشه هم خیلی دوست دارن و این واقعا برای من قابل ستایشه، به خاطر اینکه خب با موقعیت های سیاسی یا اجتماعی که در این چندین سال طی شده این در منطقه، حتی یه خورده بعضی وقتا نسبت به ایرانی ها یکم بعضی کشورهای دیگه، حتی خیلی از همسایه های ما، ممکنه یه خورده اون صمیمیتی که باید باشه وجود نداره. من فکر میکنم صمیمیترین کشوری که با ایران به عنوان همسایه اینقدر عشق میبرزه به مردمش، واقعا صمیمانه میتونم بگم تاجیکستانه و این خیلی دلگرمی به من دادش و اینو دوست داشتم مردم ایرانی بدونن، به خاطر اینکه خیلی ها ممکنه فرصت نکنن سفر کنن بیان و این تجربه رو از نزدیک بکنن، ولی اینو وظیفه خودم دونستم که بگم و سپاسگزارم از این همه محبت و صمیمیتی که مردم تاجیکستان نشون میدن. دقیقاً همین حرفایی که زدی همشون درست بودن. تمام احساساتی که هر سه گفتین، منم همین احساسات رو داشتم وقتی که این چند روز توی تاجیکستان بودم. امیدوارم که قسمت بشه سال آینده هم باز هم بیایم یه سری به تاجیکستان بزنیم. حتما. در حتما. کنار دوستان خوبمون باشیم، هنرمندان خوب تاجیکی با ما بودن این چند وقت. و واقعا باید بگم که در زمینه موسیقی هنرمندان خیلی زیادی دارن. بله بله. خب اینجا مملکت 7-8 میلیون نفریه، اگه اشتباه نکنم چند میلیون؟ 8 میلیون. 8 میلیون نفر جمعیت داره. خب همونجوری که در ایران خودمون 70 میلیون نفر تعداد خواننده جدید بسیار زیاد هستش، اینجا هم خب با امکانات بیشتری که دارن به خاطر آزادی موسیقی پاپ مخصوصا که میتونن تمرین داشته باشن و فعالیت کنن، خیلی طبیعیه که باید نسبت به جمعیت اینجا این تعدادم آرتیست داشته باشن که زحمت بکشن. شما نظرتون چیه بیژن جان؟ دقیقا درسته. من خب چند روز که اینجا بودیم با خیلی از هنرمندا آشنا شدم. سبکی رو که دنبال میکنن یه سبکی که ما خیلی دوست داریم، اون نغمه و اون ظرافت تحریری که تو صداشون میدن که همه دارن، سوز مثل خواننده افغانی، این سوز رو اونا هم دارن و این کلام. چیزی که ما خیلی دوست داریم. رحمت کلام. حالا من یه سوالی میخواستم بکنم از تخمین جان. گوش میکنم. میدونی که گفتی تاجیکستان 8 میلیون نفر تو گفتی؟ درست. درست است. 8 میلیون. 8 میلیون نفر. میدونی چند تا تاجیک هست؟ چند نفر تاجیک داریم؟ خود دیگه 8 میلیون تاجیک است.
جمعیت تاجیکستان 8 میلیون نفر. ها. ولی میدونی چند میلیون تاجیکستانی هست؟ شما افغانی دارید؟ بله. 41 میلیون. 41 میلیون. دقیقاً 41 میلیون تاجیکستانی هست. تو چین هست، تو افغانستان تاجیکستانی هست، تو ازبکستان تاجیکستانی هست. جمع که می‌کنی 41 میلیون. درست. مرسی، دست شما بخیر. همونطوری که گفتیم این مدتی که توی تاجیکستان بودیم هنرمندای تاجیکی هم ما رو همراهی میکردن، اجرا داشتن، مصاحبه داشتیم باهاشون که شما هم شاهدش بودین در طول این 13 روز عید، و امروز هم در جمع 13 بدر ما در واقع هنرمندای تاجیکی حضور دارن که اول از همه خواهش میکنم که به افتخارشون یه دست بزنید. تامین جان خواهش میکنم هنرمندا رو یکی یکی دعوت کنیم و باهاشون صحبت کنیم. درست است، و مهمانی که هنرمندی که حاضر اینجا نشسته است و آماده هستند دعوت می شوند به سر میز ما، زلیخا بانو است. مرحمت. Big beer, feel the power. خوش آمده زلیخا بانو، حال شما خوب؟ تشکر، خوب هستم. سلام به همه دوستان. سلام، خیلی خوش اومدید. ما بسیار خوشحال هستیم که امروز در بزم ایقاب هنرمندای مشهور هستم. بسیار میفخرم. تشکر، خوش اومدم بار دیگر. نوروزتون مبارک. زلیخا جان، این چند روز نوروز چطور بودش؟ اینکه از یک شبکه تلویزیونی با جمعی از هنرمندای افغانی و ایرانی در کنار شما هنرمندای تاجیکی اینجا بودیم، برنامه تهیه می‌کردیم، کنسرت اجرا کردین، از نظر تو چطور بود؟ بسیار خوب بود به فکر من. اگر هر سال همین خل نوروز را جشن گیریم بسیار خوب می‌شود. بسیار خوشحال هستم. تشکر. خب زلیخا، دوست داری برای ما یک مقدار آواز بخونی؟ بله، چرا. پس به افتخار زلیخا لطفاً. تو نمیدانی که من چقدر آه کشیدم، برات چشم بستم به خطا و گناهت، دادم از دست دلم را به خدا، به دروغی نگهت، به دروغی نگه. زنده باشید. تشکر زلیخا جان، تشکر. این سرود این نوت است. تو نمیدانی که من گیری آلودهیم و میخندم، دل ناسودهیم و میخندم. تو نمیدانی که من چقدر آه کشیدم، براحت چشم بستم به خطا و گناهت، دادم از دست دلم را به خدا، به دروغ نگهت. سین خوشه. من خیلی. اینو برای شخص به خصوصی خوندی؟ بله، این سرودی نوست. یعنی کسی اینجوری شما رو آزرده که با این ناراحتی این آهنگو اجرا کردی؟ بله، از زندگی خودم. جدی؟ بله. چه اتفاقی افتاده بود؟ همین چیزی که میگویم، همین روزا رو از سرم گذروندم. آخه، یعنی از کسی رو دوست داشتی و آزار داد؟ ممکنم خیلی باشه. نه، جدی میگم، میخوام آخه بدونم. بله. که این همه احساس رو، چون اینقدر با احساس قشنگ اجراش کردی، حتما از یه جای حقیقی داره بر میاد بیرون، از دلت داره میاد. میخوای بیشتر راجبش توضیح بدی یا نه دیگه؟ نه دیگه. آره، اسمی، چیزی، داستانی؟ خجالت میکشه. اگه میخواید الان تلافی بکنی، چیزی تو دوربین میگی، طرف رو دیگه از این اشتباه نکنه طرف. آی ماشاءالله. زلیخا، سرودی نوت است؟ بله، سرودی نوت است. به قریبی انشالله که به دست مخلصان پیشکش میکنیم، و اولین بار در اینجا سرایدم. هنوز ولی نبرامده است. من فکر میکنم که بدونم چرا این سوالا رو از زلیخا پرسیدی. چرا؟
به دلیل همون رسم و رسومات توی تاجیکستان که برای ما یه خورده عجیبه، درسته یا نه؟ کدوم رسم و رسومات؟ همون رسم و رسوماتی که داشتی الان سوالا رو میپرسیدی تا بهش برسی. خب چی هست رسم و رسومشون؟ شما بگو، من که نمیدونم. منو با در مورد ازدواج آقایون در تاجیکستان. خب من باید الان توضیح بدم. شما توضیح بدید ایشون دارن راجع به چی میگن؟ گپ زنید. باز منصور بسیار شوخ هستن. نه من شوخ هستم، ولی ایشون یه مسئله جدی رو داره عنوان میکنه. بگید شما سوال بکنید از ایشون. توی تاجیکستان رسمه که آقایون چند بار ازدواج میکنن، درسته یا نه؟ نه، با قانون دولتی ما اجازه است که یک مرد یک زن داشته باشد. خب با دو تا سه تا زن ایخ گپ نیست. با اگر یکان دوست داشته، اگر نفر داشته باشد، شاید بجایی بگیرد. یعنی قانونن باید یک زن داشته باشد. درست است، قانونن یک زن. ولی شرعن اجازه است که دو تا سه تا چهار تا. دو سه تا چهار تا. عادلانه نیست. من این قانون خداییش قلبا دوست ندارم. چرا دوست ندارین؟ به خاطر اینکه به نظر من همون جوری که مردها احساس دارن و غرورشون دوست داره که زنشون مال خودشون باشه، تک مرد در زندگی اون زن باشن، زنها هم همین حقو دارن. یعنی یه حق دو طرفه اینه، یعنی باید زنها هم همون یک مرد هم نباید بیشتر از داشتن یک زن باشه. حالا میدونم ممکنه یه سری ها بگن ای بابا این حرفا چیه قانون. یعنی منظور شما اینه که اگر یک مرد چهار زن داشته باشد، یعنی که اجازه است که زن چهار شوهر داشته باشد؟ نه دیگه، اون خراب میشه سیستم. مثلا همه خراب میشه دیگه. همه چی خراب میشه. نه من دارم میگم نباید آقایون شرعا بتونن این کارو بکنن. خب یک زن داشته باشن خلاص دیگه. آره خلاص. یک زن و یک نه یک مرد یک زن زن و یک مرد یک زن و یک مرد. آیتی آقا درست نمیگم؟ بله کاملا درست میگه. خب من بسیار خواهان امین هستم یک مرد یک زن داشته باشه. یه چیزی بگم ببینید آقایون، ما خب شوخی میکنیم، صحبت میکنیم، حرف میزنیم، در دردناک بودن این حقیقت شکی نیست، ولی خب در بزرگترین دردها کمدی هم وجود داره. درست این که منظور میگه واقعیت داره. جدا من هم اینجوری فکر میکنم، یعنی یک زن باید یک مرد داشته باشه و مرد هم باید یک زن داشته باشه، چون ارزه بیشتر از یک دونه داشتن نداره. این سخته اما یه دونه کافیه. اوکی بگذار همه خیلی باشد، ما هم بسیار شاد میشویم که یک مرد یک زن داشته باشد. ولی حالا مشکل اصلی اینه که به افشین زن نمیدن. حالا ما میخواهیم یه کاری بکنیم، یه دستی درم بکنیم، یه کاری کنیم واسه افشین یه زن پیدا کنیم. خواهشیم پیدا میکنیم. داشتم با بیژن میگفتم ماشالله، همین یه دقیقه پیش داشت میگفت چه قانون خوبی آدم بتونه سه چهار تا تو دوربین رو دیدی یه دقیقه همه چی. من هم ازش سوال میپرسم اصلا انگار نه از شوخی گذاشتم. من از طرف تمام مردای ایرانی این اجازه رو به خودم میدم که بگم قانون بسیار خوبیه اگر آدم بتونه از پسش بر بیاد. افشین جان هنوز ازدواج نکردی که این حرفا رو میزنی؟ من خود ازدواج کرده نمیتونه بگه. من میتونم بگم مامان آدم مجرد خیلی هم خوبه، سه تا چهار تا پنج نه چهار تا دیگه مکسیموم. ماشاءالله خیلی خوبه. تبریک میگم به تمامی مردان تاجیکستان، شما افتخار ما هستین. میبینی ماشاءالله قیافه همه خوبه میدرخشونه به خاطر همین تعداد. در صورت منصور شما خودت آینده خودت خراب کردی قربونت. در هر صورت از اینکه آهنگ زیبایی رو به ما برای ما اجرا کردی سپاسگزارم. خیلی با احساس بود، خیلی قشنگ بود. من دوستانم رو که میبینم، همکارانم، یه بعضی وقتا اون حس خودمونی و شوخم یکم گل میکنه و یه خورده میگیم که فضای نوروزیه و بخندیم، ولی خیلی احترام میذارم به احساساتت و اجرای قشنگی که کردی. تشکر. زلیخا بانو یگان تبریکا داری بر مهمانای ما؟ بله، چیزی که گفتنی هم همه گفت و بار دیگر خوش آمدین میگویم. نوروزتان بار دیگر مبارک. بگذار که هر جشن نوروز و هر ایدای که میایه یک جای قید کنیم و در بری بسیار هم دیگر باشیم. تشکر زلیخا بانو.
Pacific Bear. Enjoy the ride. بله؟ بخون دیگه. چی رو بخون؟ منظور اومدیم امروز اینجا دوره هم باشیم یه خورده بگیم بخندیم. من به هر کدوم از اینا میگم میگم من نمیخونم. بفرما خواهش میکنم. شاید من خواهش بکنم. اگر که همکار تاجیکی من خواهش بکنم بلیتاتونو بذارید. خواهش میکنم خرجتون بدید. من همینجا دوربین داره ضبط میکنه. قول میدم جدی داری ضبط میکنی؟ معلومه که ضبط. ما همه چیز اینجا ضبط میکنیم. بفرمایید. حالا بده نم نمک دیگه روی همکار تاجیکی منو زمین نمیذاره. منصور خواهش میکنم بخونم یه دونه. چی بخونم؟ هر چی دوست داری. یه عزیز دلمی بزن. آخ عالیه. فقط یه دستی باید از یه دست کوچولی بزن میخوره نوروزش کنیم. گل من ای نازنینم تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، تو چشات نشین شبنم تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی. من در به در میگردم توی شهر چشات، تو کوچه خاطرات، تا میاد تو خواب پنجره میشینه نگات، راستی میمیرم برات، تو رو هر کس که ندیده بس به خوبی تو شنیده، ای تو یاس بی تحمل. عزیز دلمی تو، عزیز دلمی تو، عزیز دلمی، تن تو ظریف تر از گل. عزیز دلمی تو، عزیز دلمی تو، عزیز دلمی. آها لا 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 لا، گل پونه میریزم به روی موهات، دست دست گل مریم میریزم جای قدمات، دل تو جنسه الماس، ارزش بیشتر از این هاست، گل من ای نازنینم. عزیز دلمی تو، عزیز دلمی تو، عزیز دلمی، تو چشاد نشین شبنم تو، عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی. مرسی. تشکر منصور جان. مرسی قربونت برم. ممنون. مرسی بیگ بیر. بیگ بیر قدرت رو احساس کن. میدونی چیز جالب چیه؟ نه چیه؟ جالب اینه که من اون روز که داشتیم این برنامه سمن و پذیر رو انجام میدادیم، شما و کتی خانم داریم میگیریم اوکی باز دوباره امان از دست این بهزاد این کاره پشت صحنه گرفتنش. اون روزی که ما داشتیم این مراسم سمن و پذی جالبو که با هم طی کردیم، خب من جایی که ما نشسته بودیم با جایی که شما و کتی جان داشتید برنامه رو اجرای برنامه رو انجام میدادید فاصله بود. بعد از پشتم من بیشتر میدیدم لباس سنتی تنتون بود. درست. برای همین فردا صبحش که من شماها رو دیدم صداهاتون رو شنیدم، تازه فهمیدم که این آدما همون آدمایی که دیروز داشتن چیز می‌گردن، اصلا نشناختم بهتون. خوبی منصور؟ مرسی عالی. شما خوب هستین؟ سلام می‌کنم خدمت بینندگان تلویزیون نکست وان. خیلی خوشحالم که در این جشن بین‌المللی در تاجیکستان هستیم. خیلی خیلی من شهر دوشنبه رو دوست دارم و سلام می‌کنم به همه همیهنان عزیزم در ایران، تمام همزبانان عزیز در افغانستان و مخصوصاً دوستان عزیزم در تاجیکستان. به همه سال نو رو تبریک میگم. خوش اومدی به تاجیکستان. قربونتون. مرسی. ما هم سال نو رو به تو تبریک میگیم. امیدواریم که سالی پربار برات باشه با کارهای جدید و برنامه‌های جدید در سال 1392. مرسی. برای شما هم همینطور. یعنی اینقدر اون لباسای سنتی چهره شما رو تغییر داده بود و من از صداهاتون متوجه شدم شما همون مجریای روز قبل هستین. راستی گپی شما راست است. خیلی جالب بود. خیلی لباسای خیلی قشنگی بود. کلاهای فکر میکنم
زنها با حالت شما که کلا میگی متاقچه تاقچه تاقچه سری ما بود بسیار یک حالت عجیب بود که من از شما اومدم چیزی را پرسان کردم شما گشتفتن که آه تو همون دختر هستی؟ آره گفتم آه گفتم باز من گفتم شما مرا نشناختین گفتین نه من نشناختم آخه خیلی ماشاءالله قشنگتر شده بودی روز بعدش یو من شکم چرا متوجه نشدم از روز قبل ایشون تشکر با گفتی ما رحمت کلام با گفتی شما مرسی واقعا بعد الان یه چیزی گفتید من حواسم کلا فکر میکنم کلای آقایون سنتیش گرد مال خانوما مربعه نه؟ نه ما گردم داریم باز چارکنجه هم داریم اون چارکنجه که اون روز چارکنجه گذاشته بودید چارکنجه گذاشته بله. بودیم هم بله. کیتی هم من چارکنجه زحمت کشید برای منم لباس محلی تاجیکی رو آورد گفتن که توی سمنو پزون رسمی که خانوما همشون لباسای سنتی تاجیکستان رو میپوشن آقایون هم همینطور رقصای محلی میکنن منم گفتم من که خب منم باهاشون یه نواخ باشم من درست 9 سال پیش که اومدم تاجیکستان این یک خانواده محترمی منو دعوت کردن چند تا از دوستاشون تو چند تا از برادرها بودن که تو کار موزیک بودن من رفتم خونهشون و یک لباس سنتی به من هدیه دادن که همون کلاهی که شما هم پریروز میگم چند روز پیش که تو برنامه گذاشته بودی همون کلا به اضافه یک جامه میگن خیلی خیلی سنگین و اصلا یه چیز خیلی جالبی بود با کمر شما میان بند دادن با کمرتون میان بند دادن یک رومالچه که باز میان میبندی در جامه نمیدونم اونو یادم نیست فکر نمی کنم اونو داشتم خواه جامه و کلا بود آره جامه و کلا خیلی چیز جالبی بود هنوزم که هنوزه تو کلازتم آویزون کرده دارمش خوشتون میه خیلی قشنگه Big Bear, enjoy the ride. خب افشین امشب خیلی کم حرفی بگو که امسال اصلا حست فرق میکرد با سالای پیش خب طبیعی هر سال آدم حسش عوض میشه سال جدید یک سالی رو پشت سر میذاری کلی خاطره کلی تجربه ولی در هر صورت هر سال نوروز برای من همیشه فکر میکنم نوروز زمانی که باید به قول معروف قلبامونو پاک کنیم کنار رو دور بریزیم یه مقدار به خودمون فکر کنیم که چی کاری که انجام دادیم تو سال گذشته یکم به نتایجی برسیم که بتونه سال جدیدمون رو بهتر بسازیم بعد خدمتتون عرض کنم چیز خاصی ندارم بگم فقط آرزو میکنم برای تمام خانواده ها که همیشه کانون خانواده شون گرم باشه گفتم دوباره میگم خانواده ای که شخص معتادی در خانواده هست امیدوارم به آغوش گرم خانواده برگرده همه سلامت باشن عزیزانی که جوانایی که با یه عشق و امید با هم یه زندگی رو شروع میکنن امیدوارم که به آرزوهاشون برسن و این به قول معروف این مهر طلاق از سوی جامعه ما جامعه ایران تاجیکستان و تمام فارسی زبانا پاک بشه و آخرین آرزومم اینه که خدا سایه بزرگتران همیشه پدر و مادر پدر بزرگ مادر بزرگ فامیلای دایی بر خواهر هر کی که به قول معروف بزرگتر از ما سایه همشون رو سر ما رو سر شما و تو سر تمامی عزیزان باشه دیگه بزرگترین آرزو من برگشت به ایران امیدوارم امسال که دیگه دوباره نشد دیگه ما عادت کردیم دیگه الان 18 سال گذشت شاید بتونیم یه 18 سال دیگه هم صبر کنیم مرسی به افتخار افشین تشکر افشین خب من دعوت میکنم به سر میز ما یک زن بسیار هنرمند را نویسنده است شعر ایجاد میکند و لحظه ای که با شعر ایجاد میکند آهنگ هم میسازد عجیب زن است اون وقتی که میخواند با آواز خود در تاجیکستان او را خطا نمیکنم باز خودتون حال میشنوید با گوگوش هم برابر میکنند مرحمت استقبالش گرید شاعره بانو نوروز هم برک باشد سلام خیلی میخوام صدقن شما رو شاد باش بگویم و چند روزی قدم شما در تاجیکستان واقعا هم تاجیکستان رو گل پوش کرد و گلگردان کرد و نوروز امسال خاطرمان شد از خاطرها در باز زدوده نمیشود نمیرود از خاطر چون که وقتیم نوروز امسال را ما دیگرگونه جشن گرفتیم با خودم شما همه صنعتکاران همه هنرمندان محبت هاشون باز هم به صنعت و به موسیقی و به عموما صنعت اصیل بالاتر شد و باشد که انامین گونه
حضور شما هر روز، هر ماه و هر لحظه که دلتون بخواهد بتواند کشانه ما رو شاداب بکند، روشن بکند. ممنون. من شما تشکر نداشتید اینجا، چون من رو به افشینجا باید به پروازمون میرسیدیم، باید واقعا حرکت کنیم بریم فرودگاه، ولی من واقعا دلم میخواست باشم که شما تشکر میادید، به خاطر که در این چند مدت که رفتم و آمدم در تاجیکستان، خب افتخار آشنایی با شما رو پیدا کردم و از شخصیت بالای شما بسیار لذت بردم و از احترامی که شما بین جماعت خواننده و هنرمند تاجیکستان دارید. بسیار بسیار خوشحالم از آشنایی شما، امیدوارم که در آینده بسیار نزدیک شما هم با کلام‌های زیباتون، با ملودی‌های زیباتون با بچه‌های هنرمند ایرانی و افغانی بتونید همکاری داشته باشید، چون بسیار همکاری قشنگی رو می‌بینم. تشکر زیاد. واقعا شعر گفتن و با موسیقی سر و کار داشتن برای من لذت دیگر دارد و زندگی من رو منور می‌کند، رنگین می‌کند. و وقتی که یک هنرمند روی صحنه ترانه تو رو میسراید، یعنی که شعری از تو میسراید، در اون لحظه گویا که از مادر از دیگر تولید میوی. خیلی لحظه حساس است و من فکر میکنم که واقعا من یکی از نفرانی خیلی خوشبخت هستم که این احساس دارم و خیلی نفری خوشبخت هستم که امروز قریب یک 60-70% ترانه هایی که روی صحنه تاجیک صدا میدهند اکثریت مولی بنده هستند، شعرهاشون، آهنگاشون. و فکر میکنم که حتما بعد از تشریف آوردن شما در سر دارم که یک ترانه ای اگر ذوق شما بپذیرد به خاطر شما، به خاطر همه شما البته، ایجاد کرده باشم انشاءالله. و این چند روزه که شما اومدید اکثر ترانه های و شعرهایی که من ایجاد میکنم غم انگیز هستند، یعنی که در یک حالت غم میگم، ولی چند روزه که شما اینجا بودید یک شعرکی نوشتم که خیلی از میونی همه شعرهای من فرق کننده هستند، یعنی که حالت تنین دارن، خوشبختی دارن، خوشنودی دارن. گفتم این جاده ای که سرد بود امروز گرمی لاله هاست، اندر لبانم صبر آه زولانه دار ناله هاست، امروز برگ غصه ریخت بیمار غم ها نیست نیست، باقی علم ها سوخت سوخت دیگر ستم ها نیست نیست، امروز چون دیروز نیست فریاد و آه و درد کو، هم بیسترم مرد دل از فرسوده باطن مرد کو، غم از درم شرمی درفت شادی بی چربت برتنم، خوشبخت خوشتاله دیگر یک خانم خوبی منم، یک عالم خوبی شماید که امروز آمدید به تاجیکستان. من یه سوال دارم، معروف ترین کاری که شما ساختین که اجرا شده که ملودیشو ممکنه منم شنیده باشم، دوست دارم بدونم چه کارهایی هستش، مثلا یه دو بیتش رو شما خودتون بخونید ببینم آیا من میشناسم اون کار رو به صدای خودتون بشنوم، یعنی اون ملودی و آهنگ. چیزی دیگر میخوام بخونم، یک سرود دارم، هم شعر هم آهنگ مولی بنده است. تقریبا 7 سال شد که این سرود خواننده خودش پیدا نکرده است، یعنی که من پیدا نکردم یک هنرمند، یک آوازخونی که همین سرود ترانه رو باید که بخونم. خیلی زیاد میخوام که این ترانه رو نمیدونم، یعنی که صد اگر موافقت کند زیاد میخوام که خانم گوگوش، اون نفری که من دیوانوار دوستش دارم، انمین زنی که من مثلا خیلی زیاد عاشقش هستم، از خوردی با ترانه بزرگ شدم و بجز اون نمیتونم کسی نمیتواند دیگر جای ذوقی من رو مثلا پورا بگیرد. از هر یک هنرمند یک ترانه رو دوست دارم، ولی خانم گوگوش ترانه ای ندارد که من دوست ندارم و هر سو با ترانه من بدار میشم. و یک سرود دارم که کسی نسروده است، سرود جدید است و خیلی زیاد میخوام ترانه را با واسطه هر راه که نباشد به دست گوگوش برسونم، اگر خانم گوگوش قبول کند بخوند، من دیگر در زندگی هیچ آرمان ندارم. و این ترانه شاید که انمین شبکه نکسوان سبب بگردد، یعنی که سبب شود و گوگوش همین ترانه را شنود و بپذیرد از این ترانه. همین ترانه میخوام براتون بخونم. یه لحظه اجازه بدید تا من خودم میبرم، بذارید اینو ضبطش بکنم ببینم چطوره. بریم بخونید این ترانه رو. بجز شما شنونده اولینش هستید و من فکر میکنم اگر گوگوش بسراید سراینده اولینش بخواهد شد. من اسیری گریه بودن رو نخواهم، من فناوو آخری من را نخواهم، گریه بودن را نخواهم،
گریه بودن رو، گریه بودن رو نخواهم، گریه بودن رو. من زی توی در کتاب زندگی اوراقی آلوده، ای زی غم های من آسوده، تا به حد یک سخن فریاد میخواهم، یاد میخواهم. من زی توی در شماری سایه های سبز، ای سکوتی نبس، این خلابی فرصتی امداد میخواهم، یاد میخواهم. هر کجایی نام خوبی تو بروی دل، از برای دیگر غیر کشیده صد خطی باتی. توی در دل، 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 توی در دل. باز یک کمی ادامه دارم. خب تشکر از شاعره عزیز، تشکر از سه هنرمند خوب ایرانی که امروز هم بازم در جمع ما بودن در 13 روز نوروز. دیگه واقعا پروازشون داره دیر میشه، باید برن و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. سفر خیلی خوبی داشته باشین، باز هم امیدوارم که دوره هم جمع بشین و شما رو هر چه زودتر ببینیم. باز هم درهای تاجیکستان با شما باز است، هر وقتی که خواستیم بیاین. تشکر. از همینجا با بینندگان شبکه نکست وان هم خدافظی میکنیم. برای شما آرزوی سلامتی، خوشبختی در سال 1392 رو داریم. تا برنامه دیگه، نوروز دیگه، شاید در تاجیکستان، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. از تحمینه عزیز تشکر میکنم که در این مدت در برنامه های نوروزی همراه ما بودش. از تمام مردم تاجیکستان تشکر میکنم به خاطر گرم بودنشون. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و خدا نگهدار. تشکر کتی، با ما باشید.